سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. خب درخواست شده بود که توضیح بدیم در مورد اینکه تایم فریم 8 ساعته رو چجوری میشه توی پلتفرم در واقع متا تریدر داشت. این ویدیو در مورد همین موضوع هست. بررسی میکنیم با هم متا تریدر 4 رو و اینکه و یک مثالی میزنیم، یک نمونه میاریم از اینکه چطور میشه در واقع تایم فریم 8 ساعته رو برای اینجا آماده کرد. با من به پلتفرم بیاید. خب من الان توی این پلتفرم در واقع نمودار یک ساعته رو دارم از یورو به ین ژاپن. نمودار یک ساعته هستش، خیلی چیز عجیبی نیست. کار اولی که باید انجام بشه اینه که با استفاده از دکمه های ترکیبی کنترل و ان پیج نویگیتور رو باز کنیم. اگر راه دیگه اینه که از طریق منوی ویو گزینه نویگیتور رو انتخاب کنیم، همطور که می‌بینید کلید ترکیبیش کنترل و ان هست. خب نویگیتور وقتی باز میشه این صفحه کناری براتون ظاهر میشه. گزینه آخر توی این صفحه گزینه اسکریپتس هست، اسکریپت ها هست و توی گزینه اسکریپت اگر بازش کنین، این به علاوه بغلش بزنید و باز بشه، باز آخرین گزینه پریود کانورتر هستش. این اسکریپت کارش اینه که در واقع اندازه تایم فریم ها رو تغییر بده و بتونید در واقع یه مزربی میتونه تغییر بده به مزربی از تایم فریمی که الان داریم. در حال حاضر تایم فریم یک ساعته رو ما داریم نگاه میکنیم. اگر پریود کانورتر رو بگیرید، درگ اند دراپ کنید، بگیرید و بندازید داخل این چارت، یه صفحه براتون باز میشه که در واقع مشخصات این کار رو میتونید تغییر بدین. سه تا تب داره، ما با تب آخرش کار داریم، اینپوت ها یا ورودی ها، و داره از اینجا از ما میپرسه که در واقع با چه ضریبی میخوای تغییر بدم تایم فریم رو. خب ما تایم فریم یک ساعته هستیم، میخوایم به 8 ساعته بریم، پس 8 برابر باید بزرگتر بشه، پس عدد 8 رو اینجا وارد میکنیم و اوکی رو میزنیم. درست. مرحله آخر اینه که این چارت که الان تبدیلش کردیم به چارت یک ساعته که تبدیلش کردیم به چارت 8 ساعته رو باز بکنیم. چطور این کار انجام بدیم؟ از گزینه فایل گزینه دوم رو انتخاب میکنیم، Open Offline. اینجا یک سری در واقع هیستوری چارت هاتون هست و چارتی که ما میخوایم یورو به ین ژاپن 8 ساعته هست، همونطور که اینجا میبینیم. روی این کلیک میکنیم و گزینه Open رو میزنیم. یه چارت جدید برای ما باز میشه که اگر نگاه کنید میبینید که در واقع چارت 8 ساعته یورو به ین ژاپن هست. پس چارت یک ساعته، چارت 8 ساعته رو داریم. فقط حواستون باشه که این چارت آفلاین هستش، لزوما آپدیت نمیشه. پس اگر میخواد یعنی هر بار، هر 8 ساعت یه بار حداقل باید این آپدیت رو انجام بدین، این رو حواستون باشه. جدای از اون کاملا میتونید در تحلیلاتون استفاده بکنین از این چارت. هرچند که من پیشنهاد میکنم که در واقع آنالیز تکنیکال و در واقع تحلیل های تکنیکالتون رو روی تریدینگ ویو انجام بدین. البته واقعا به اینکه کجا راحت تر هستین ربط داره، اما من به شخص فکر میکنم که تریدینگ ویو خیلی راحت تر هستش، قابل دسترسی تر هستش. توی ویدیوی دیگه توضیح دادیم که توی تریدینگ ویو چطور میتونین تایم فریم 8 ساعته رو داشته باشین به طور مجانی، بدون اینکه نیاز باشه در واقع ورژن پرمیومش رو بخریم. اونجا تحلیلتون رو انجام بدین و در متا تریدر تحلیل در واقع تریدتون رو انجام بدین. هیچ منافاتی ندارن این موضوعات با هم. خب من فکر کنم برای این ویدیو کافی هستش. ممنون که تماشا کردین، امیدوارم که استفاده بکنید. حتما اگر سوال و نظری دارین توی کامنت ها برای ما بذارید. خیلی ممنون، شب و روزگارتون خوش و خدا نگهدار.